ساختمان سرک جدید اتصالی از چورای انگرها الى سرک قصبه با سرعت جریان. بودجه پروژه 175 میلیون آبونی است. 175 میلیون آبونی؟ دانه خدا پیشرفت کرده ده ده اول ورځ نه فکر اغله ما چې د یالي شیرو کول تر اوسه پورې دا د نیمه نه ان شاء الله د خیر سره کار زیات کړه ده د دې د 80% مرګ کوم کړه ګرفته تعداد محدود کې مونده و مشکل اسناد درم که متاسفانه بسیار مردم د سرک خانهش تخریب شد. ساختمان سرک جدید اتصالی از چورای انگرها الى سرک قصبه با سرعت جریان دارد. ساختمان سرک جدید اتصالی از چورای انگرها الى سرک قصبه، سرک میرزا عبدالقادر بیدل با طول 1890 متر و با عرض 45 متر از سوی شاروالی کابل با سرعت جریان دارد. در این مسیر سرک یک پل اساسی بالای کانال وزیرآباد نیز ساخته می شود و شامل آبروها، پیادروها، خطوط بایسیکل رانی، گلدانها، تنویر، ایستگاهها، خط اندازی روی سرک، نصب علایم ترافیکی و دیگر جزئیات یک سرک معیاری می باشد که در سال جاری تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. سلام و وقت شما بخیر وطن‌دار عزیزم، امیدوار هستم هر جایی که هستین لباس عافیت بتن داشته باشید. من عمران قیمی امروز در پروژه بازسازی سرک انگرا الی قصبه در خدمت شما هستیم و جزئیات بیشتر از این پروژه را میریم با مسئولین از این پروژه و انجینیر صاحب محترم و همچنان مردم می داشته باشیم. با ما باشید. بیننده عزیز، چنان که شما در تصویر میبینین کار روی پروژه به شدت جریان داره و فعلا ما آمدیم امروی انجینیر از این بازسازی سرک صحبت های میداشته باشیم. سلام علیکم انجینیر، خوب هستین؟ بخیر. سلام، خوش آمدید. انجینیر شمس هستم، مسئول پروژه چاره انگرا فعلا قصبه. درست است، اگر شما یک معلومات بیشتر در باره از پروژه بر ما بتون که از کجا شروع شده و در کجا ختم شده؟ پروژه چاره شهید انگرا الی قصبه پروژه است که از چاره شهید انگرا شروع میشه الی به سرک قصبه وصل میشه. طول سرک حدود 2 کیلومتر است و عرض سرک 45 متر است که شامل پیاده رو است، سایه سبز است، کوچه هاست. بودجه پروژه 175 میلیون آبونی است. 175 میلیون آبونی و سرکی که از چاره شهید انگرا تا به قصبه رفته، در این بین خانه های بسیار از مردم تخریب شده که آرزور دخورتر هستند. بر از واقع کدام چیز در قبالش داده شده؟ بله، پروژه که قبل از اینکه شروع شد ساعت سروی شده و استبلاک شده بود. دودید 411 خانه استبلاک شده که توسط مسئولین استبلاک اما پروژه خانه مردم چی شد استبلاک شد و بعد از کلش پرداخت شده. یک تعداد محدوده که مانده و مشکل اسناد دارند و هم مسناده های حالتای مراحل کنم برای از هم پول داده شد مشکل نیست. کسایی که اسناد خانه دادن برای پول افغانی داده شده دوباره؟ بله، در بدود 80% مردم پول خود گرفته. پول خود گرفته. یک تعداد محدوده که مانده و مشکل اسناد دارن که او مشکل اسناد خود و حل بسازن مشکلش حل میشه. پرداخت میشه. درست است. و این سرک چقدر سهولت بر مردم ایجاد میکنه؟ از چی مشکلات گناه رو بیغم میسازن؟ متبر پروژه یک پروژه اساسی است که قبلا خود سرک قصبه یک رای آسان وجود نداشت که مردم از یک مسیر به مسیر دیگر حرکت میکرد. فعلا این پروژه میتونه که همشهری ما و شما را از داخل شهر کابل و سرک قصبه وصل کنه و یک سهولت بسیار بزرگ است. درست است، بسیار خوشحال هستیم شما و شاروالی کابل. انشالله در تکمیل از این پروژه خود باز آمدیم و ببینیم که به چی نحوی جور میشه. آخر کار شما انشالله خود دیدیم. انشالله ما در خدمت هستیم. تشکر، بخیر باشین. جرس خدافظ، وقت خوش. قسم که بنده شما دیدین پروژه چاره شهید انگرا الی قصبه
کار به شدت جریان داره و حدود دو ماه میشه که این پروسه شروع شده و الا یک سال در بر خود گرفت برای تکمیلی پروژه و کسایی که خانه هایشان تخریب شده حدود 80% پولاشان برگشتانده شده و 20% دیگه که مشکلات اسناد داره اونا را انشالله کارشان حل میسازن. در این وقت میام امروز یکی از کارکنان این بازسازی سرک صحبت میکنیم که ببینیم چی گفتنی های دارن اینا. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. خیر شکر. مننه پختو کیگه گیا دوار از چی بمیز تو سه چه کار کوید تا دا لورا چلو لورا تو سه خپل نوم تو نو ولیک اول کی زون معرفی کی نوم محمد اصغر دا ولات لوګرم فلان کابل کی وسیدین کی تاسو څومره وخت کیږي چې دلته کار کوئ په د بوسوزي کې تاسو شرکت کړی ده؟ روزې نه بعد هم دلته راغلی هم کار کوم. تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت وه ډېر کیږي تقریبا خدای غرمې باندې څکن درې میاشتې درې میاشت وه. او د پروژه څومره پیشرفت کړی ده او څومره وخت پاتې ده چې دا تکمیل شي؟ دا نه مو خدای پیشرفت کړی ده د اولې ورځې نه پکې راغلی یم چې دا یالي شروع کولې تروس پورې دا د نیمای نه انشاءالله د خیر سره کار زیات کړی ده او انشاءالله یو دوه درې میاشتې کې به نور خلاص شي. څنګه د استحکامات دي د سرکو او د سرکو د ظرفیت څنګه ده چې زر به خراب شي که دا ټولنی مدت لپاره جوړ شوي دي؟ نه انشاءالله مو خپل زحمت پکې ډېر تیر کړی ده انشاءالله چې دا به ډېر زیات دوام وکړي. ډېره مننه انشاءالله چې زور بسې د پروسې تکمیل کړو به انشاءالله راسو وبګورو چې څه شی جوړیږي دنه. او دا چهار سرکه ده که نه؟ هو انشاءالله دا چهار سرکه ده. د دې څنګ کې بل سرک هم تیریږي پیاده رو هم پکې شته ده او نور د خیره سره انشاءالله چې مقاومت به هم ډېر وي مونږ خپل صداقت پکې کړی ده تر انتها آخر درجه پورې. او خیر اوسې او ملت مې تاسو نه همدغه انتظار لري چې تاسو د خپل استقامت نه په کار وخلیدل لپاره چې ډېر سرکونه جوړیږي جوړ شوي دي سابق جوړ شوي دي زر خرابه شوي دي او دا داسې ښکاري چې د مقاومت او استقامت لږ ډېر دی. خب حالا میرم امروی باشندگان از این محل صحبت میداشته باشیم که بازسازی از سرک برای زیار چه فایده رسونده. سلام علیکم یوسف، خوب هستین؟ جانتون جور است، بخیر هستین؟ خوب هستین انشاءالله؟ بخیر باشین، تشکر. دوال اگه خودتان معرفی بسازیم؟ من غلام رسول نجار هستم، در محل میشیم از اولاد پرون هستم. بازسازی از این سرک برای شما چقدر فایده رسونده؟ و بازسازی سرک بسیار مفید است، در جای هر قدر آبادی بازسازیش کم فایده می رساند. حکومت های قبلی که بود بار بار می گفتند که ما این سرک عبور می کنند جور می شه، یعنی به بهره برداری برای مردم می رسانیم، اما یک وعده ناق بود و نمی کنند. در این حکومت ما از این حکومت راضی استیم که بعد این سرک به ما جور کرده انشاءالله که قیرش هم شود بسیار برای مردم فایده و سهولت میرساند، هم از نگاه اقتصاد مردم خوب میشه برش، هر منطقه و محیط و کوچه برش معلوم میشه که این دفنانه منطقه یا فلانه کوچه است. دیگه ای که یک مریض اگر مثالند یک خانه و خانواده پیدا میشه و بسیار سهولت از این میتون آدم استفاده بکنه. بله بله دیگه بسیار فایده های زیادی داره. یک جایی که میایی بسیار به سهولت میتونی که آدرس دقیق بتی موتر موتر بیای بدن نمخانی بسیار براحتی تو را برسانم. اگر قبلا بود اینجا کل کوچه های همه تو گرد و گرد بود. بله دیگر حالا فعلا انشاءالله که موتر اگر آدرس میداری سر موتران خلاص نمی بود، حالا میتونادن بسیار براحتی بگیرد فلانه سرک از چاره انگرا تا و سرک قصبه. بله بله آدرس دقیقه بتونیم موتر باشه. در این منطقه از خانه که تخریب شده و خانه شما هم در این نقشه آمده و این چیزا بر شما نقص رسانده فایدهش زیادتر است؟ تا
تخریب خانه ها واقعا که از ما خود اینجا نبوده خانه مگم مردمی که تخریب شد خانهش راستی بسیار جگر ما خون شد که انسان مثلا در 20 سال 30 سال میدونه یک خانه جور میکنه که باش سرپناه بمشه و اولاد هایم سرپناه شد که متاسفانه بسیار مردم در این سرک خانهش تخریب شد و حکومت هم به عهده گرفته که ما مثلا تخریب خانه هایتانه و قیمت زمین هایتانه میپردازیم. دولت دهی جریان چیز بر کسایی که خانهشان تخریب شده چیز دوباره پرشان میتن؟ وعده دادن میتن حتما نیست. کسی که در مثلا زمین ها از زمین های شخصی بوده چورکی نبوده بله اوها قباله دارن اوها میتن. تشکر که تا این دم با ما بودین. این بود از برنامه امروز ما. تا برنامه های آینده شما را به الله منان می سپاریم. الله نگهدار.